خب درمان‌های تزریقی که خط اول قرار می‌گرفتن و گلاتیرامر استات و اینترفرون بتا بودن، علارغم این که افیکیسی خیلی خوبی داشتن، ولی به خاطر این عوارض محل تزریق و واکنش‌های سیستمیک با گلاتیرامر استات و فلولایک سیندروم با فرآورده اینترفرون بتا، باعث میشن که کمپلیانس بیماران خیلی به این داروها کاهش بده. حالا یک سری از فاکتورهایی رو من در این اسلاید براتون قرار دادم که چه مواردی باعث میشه که بیماران مالتیپل اسکلروزیس کمپلیانسشون به داروهای فرآورده تزریقی در خط اول کاهش بده. خب یکی جنسیت خانومه. توی خانومها طبیعتاً میزان در واقع کمپلیانس کمتر است. مورد بعدی دپرشن هستش. خب خیلی از بیماران، حدود 50% از بیماران MS در معرض افسردگی هستن و علاوه بر این فراورده اینترفرون بتا هم خودش یکی از عوارضش ریسک افسردگی و سویساید است. این باعث میشه که باز کمپلیان کمتر بشه. مورد بعدی توقعات غیر قابل باور از این داروها هستش. یعنی بیمار انتظار داشته باشه که با مصرف این دارو به صورت کامل بیماریش فروکش کنه و بعد که میبینی مثلا دارو رو استفاده میکنه و همچنان مثلا حملاتش کمتر شده ولی همچنان حمله داره، ممکنه بگه مثلا این دارو اثر بخشی نداشته و دارو رو باز قطع کنه. پس بایستی به بیمار توضیح داده بشه که این داروها نمیتونن به صورت کامل جلوی بیماری رو بگیرن و فقط سرعت پیشرفت بیماری کمتر میشه. توقعات بیمار نسبت به پاسخ درمانی به داروها کمتر میشه. مورد بعدی عدم راحتی با تزریق هستش که خب طبیعتاً یک معیار مهم هست و بیماری که دارویی که باشه به صورت خوراکی باشه طبیعتاً برای بیمار راحت تر است. مورد بعدی وضعیت اقتصادی هست. خب ممکنه قیمت دارو افزایش پیدا کرده باشه و باعث بشه کمپلیانس بیمار کاهش پیدا کنه. اختلالات کاگنیتیو مطرح میشه، کاگنیشن هستش که ممکنه کمپلیانس بیمار رو کاهش بده. اصلا دارو بعد از یه مدتی افیکیسی نداشته باشه، یعنی واقعا دیگه دارو اثر بخشی نداره، باعث میشه که دارو توسط بیمار قطع بشه. عوارض جانبی ناشی از داروها هستش که ممکنه به خاطر اونا خدمتتون هم عرض کردم دارو رو قطع کنه، مثل فلولایک سیندروم. عدم حمایت خانواده و حمایت توسط افراد دیگه مثل پزشک یا داروسازی که با بیمار در ارتباط هست. همه این موارد رو یادتون باشه. پس حمایت بیماران MS خیلی حائز اهمیت است. بیماران نبایستی اصلا استرسی بهشون وارد بشه. هر استرس ممکنه برای بیمار MS مساوی با یک تریگر برای بروز حمله در بیماری باشه. و مورد بعدی که در واقع به عنوان یک عامل برای کاهش کمپلیانس مطرح میشه، نیدل فوبیا هستش. یعنی ترس از تزریق سوزن هستش که به همین دلیل خیلی از بیماران دوست ندارن داروی تزریقی استفاده کنن و داروی خوراکی رو ترجیح میدن. خب اما اخیراً داروهای خوراکی که به عنوان خط اول درمان در بیماران MS مورد استفاده قرار میگیرن وارد بازار شدن. این داروها، اولین دارویی که در مورد صحبت میکنیم دیمتیل فومارات هست و داروی بعدی تریفلونوماید هستش که با هم دیگه صحبت خواهیم. خب داروی دیمتیل فومارات یک داروی هستش که به صورت پیش دارو است و در داخل روده به فرم فعال خودش که مونومتیل فومارات هست تبدیل میشه. خب مثل داروی قبلی که من خدمتون عرض کردم، میریم سراغ مکانیسم این دارو، از چه طریقی توی بیماران MS اثر بخشی خودشو ایفا میکنه. این دارو میاد از طریق اینکه سایتوکاین های التهابی مثل اینترفرون گاما و TNF آلفا رو کاهش میده و به سمت تولید اینترلوکین 4 و 5 میاد. پس سایتوکاین های التهابی رو تولیدشون رو کاهش میده و التهاب هم که همونطور خدمتون عرض کردم یک نقش مهمی رو در بیماران MS ایفا میکنه. خب همچنین یک فاکتور آنتی اکسیدانتی، مسیر در واقع فاکتور هسته‌ای که میتونه نقش آنتی اکسیدانتی رو داشته باشه در بیماران MS، این مسیر رو هم فعال میکنه که میتونه حتی روی فاز نورودژنراتیو بیماری هم تأثیر گذار باشه.
خب دیمتیل فومارات مثل داروهای دیگه توی مطالعات نشون داد که نسبت به پلاسبو باعث هم کاهش حملات و هم ضایعات در امارای با مصرف این دارو نسبت به پلاسبو کاهش پیدا کرد و بعد از اون این دارو تاییدیه رو برای بیماران RRMS یا ریلپسینگ ریمیتینگ MS دریافت کرد. خب دارو با برندهای مختلف در بازار موجود هستش. دوزاش فرمای این دارو به صورت قرصهای 120 و 240 میلی‌گرم در بازار داروی دنیا موجود است. دوزینگ فراورده دیمتیل فومارا یک دوزینگ خاص هستش که در ابتدا 120 میلی‌گرم دوبار در روز برای 7 روز بیمار استفاده میکنه و بعدش روی دوز نگهدارنده 240 میلی گرم هر 12 ساعت بیماران استفاده می‌کنه. پس دوز شروع این دارو با دوز 120 میلی گرم دوبار در روز هستش. خب برندهای مختلف در بازار موجوده که دیفوزل مثلا یک اسم تجاری از تکفیدرا هستش، تکزیفوما هست، زادیوا، اینها برندهایی هستن که توسط کارخانجات داروسازی در ایران تولید میشه. خب مثل داروهای دیگه باز یک بحثی که در مورد دیمتیل فومارات برای ما اهمیت داره عوارض ناشی از داروی دیمتیل فومارات است. عوارض شایعی که با دیمتیل فومارات دیده میشن فلاشینگ و عوارض گوارشی ناشی از داروی دیمتیل فومارات هستن. خب برای همین دارو به صورت دیلی ریلیز، فرم دیلی ریلیز طراحی شده تا عوارض فلاشینگ و عوارض گوارشی ناشی از این دارو کاهش پیدا کنه. خب فلاشینگ میگن در حدود 30 تا 38 درصد از بیمارانی که داروی دیمتیل فومارات رو دریافت میکنن فلاشینگ در این بیماران دیده میشه. توی کلینیکال ترایال ها حدود 30 تا 38 درصد فلاشینگ در اثر مصرف دیمتیل فومارات دیده شد. خب دیدن که وقتی بیاین آسپرین رو با دوز 325 میلی گرم نیم ساعت قبل از تجویز دیمتیل فومارات برای بیماران تجویز کنن عارضه فلاشینگ به حدود 14 درصد کاهش پیدا میکنه. پس در بیمارانی که فلاشینگ برای اونها غیر قابل تحمل باشه ممکنه آسپرین بتونه به عنوان یک درمان به اونها کمک کنه، درمان پیشگیری کنه. خب عوارض جانبی گوارشی که در مورد این دارو دیده میشه شامل اسهال که در 13 درصد موارد دیده میشه، تهوع در 11 درصد موارد دیده میشه و درد در ناحیه گوارشی در ناحیه شکم حدود 10 درصد موارد بیماران هم دچار در واقع آپر ابدومینال پین میشه. اگر بیمار دچار مشکلات گوارشی ناشی از این دارو شد درمانش به صورت علامتی وابسته به اون مشکل است. مثلا اگر اسهال شد درمان علامتی اسهال برای بیمار میتونه انجام شد. اما یک نکته ای که باز میتونه به عنوان یک نکته کمک کننده برای کاهش ریسک بروز این عوارض در بیماران کمک کنه این هست که بیمار دارو رو بعد از غذا مصرف کنه. اگر داروی دیمتیل فومارات بعد از غذا مصرف بشه میتونه هم عوارض فلاشینگ و هم عوارض گوارشی ناشی از دیمتیل فومارات رو در بیماران کاهش بده. خب عارضه بعدی که با دیمتیل فومارات دیده میشه لنفوپنی است، یعنی کاهش گلبول‌های سفید خون که در حدود 2 درصد از بیمارانی که داروی دیمتیل فومارات رو دریافت میکنن دیده میشه. خب تعداد واید بی سی ها معمولا در سال اول درمان حدود 30 درصد ممکنه کاهش پیدا کنه و بعد از اون دیگه پایدار میمونه، خیلی کاهشی رو در واید بی سی های بیمار ما نمیبینیم. خب پس چون لنفوپنی در این بیماران دیده میشه یکی از مانیتورینگ هایی که برای داروی دیمتیل فومارات توصیه میشه مانیتورینگ سالانه واید بی سی بیمار هست. تعداد واید بی سی ها یا سی بی سی بیمار به صورت کلی میگن به صورت سالانه برای بیمار چک میشه. خب داروی بعدی که من خدمتتون توضیح خواهم داد در واقع آخرین داروی هست که توی خط اول خدمتتون توضیح میدم، داروی تریفلونوماید هستش که در واقع یک داروی خوراکی در خط اول درمان است.
تریفلونوماید متابولیت فعال داروی لفلونوماید است که داروی لفلونوماید در بیماران در واقع روماتولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تریفلونوماید متابولیت فعال لفلونوماید است. مکانیسم تریفلونوماید در بیماری ام اس از طریق مهار سنتز پیریمیدین است. پیریمیدین یک باز عالی هست که در دی ان ا در ساختار دی ان ا نقش داره. در نهایت وقتی پیریمیدین جلوی سنتزش گرفته بشه، جلوی تقسیم سلولی تی سل ها و بی سل ها که گلوله های در واقع سفید هستن میاد گرفت، لنفوسیت ها هستن گرفته میشه و در نهایت اون التهاب، آبشار التهابی در بیماری ام اس جلوش گرفته میشه. خب همچنین ممکنه از اتصال ای پی سی آنتیجن پرزنتینگ سل با تی سل ها در واقع جلوگیری بشه و جلوی فعال شدن تی سل ها رو بگیره. توی مطالعاتی هم که در مورد تریفلونوماید انجام شده دیدن که ریسک ریلپس رو حدود 20-30% کاهش میده و همچنین ریسک زایات امارای رو حدود 60-80% میتونه در مقایسه با پلاسبو یا دارونما در بیماران کاهش بده و مورد تایید FDA برای درمان بیماران MS در فاز ریلپسینگ ریمیتینگ MS. خب این دارو هم به صورت در واقع قرص های 7 و 14 میلی گرم در بازار دارویی موجود هستش. یکی از معروف ترین برند ها اوباجیو هست که از فراورده تریفلونوماید در بازار دارویی دنیا موجود است. دوزینگش هم به صورت 7 یا 14 میلی گرم به صورت یک بار در روز برای بیماران تجویز میشه. خب مبحث بعدی که مثل داروهای دیگه برای ما در مورد این دارو هم اهمیت داره، عوارض جانبی ناشی از داروی تریفلونوماید است. خب عوارض جانبی که از تریفلونوماید دیده میشه شامل افزایش رایز آنزیم های کبدی هستش، آلوپسی هست، ریزش مو هست، اسهال هستش که در حدود 10-20% از بیمارانی که این دارو رو توی مطالعات مصرف میکردن دیده شد. خب کاهش تعداد واید بی سی ها در حدود 15% بیماران و تعداد پلاکت ها در حدود 10% بیماران در طی 6 هفته اول درمان با تریفلونوماید هستش و بعد در طی همین کاهش در طی درمان همچنان پایین باقی. خب پس یک ارزیابی سی بی سی سلولای خونی در ابتدای درمان به صورت بیسلاین قبل از شروع تریفلونوماید توصیه میشه. خب چون دارو روی در واقع تعداد لنفوسیت‌های بی و تی اثر داره، در نهایت باعث خاصیت ایمونوساپرسور در بیمار میشه. به همین خاطر بایستی بیمارانی که در ریسک عفونت هستن در مورد احتمال فلیر اون عفونت هشدار داده بشه و همچنین تزریق واکسن های زنده در افرادی که داروی تریفلونوماید رو مصرف میکنن نبایستی انجام بشه. یکی از عوارض هم افزایش خفیف فشار خون ناشی از داروی تریفلونوماید است. خب پس مانیتورینگ هایی که برای این بیماران انجام میشه، یکی مانیتورینگ برای آنزیم های کبدی هستش مثل ALT, ISC, بیلیروبین، مانیتورینگ برای فشار خون هستش و اسکرینینگ از لحاظ توبرکلوزیس، یعنی بیمار در واقع تیبی غیر فعال داره یا خیلی ممکنه اون تیبی در اثر مصرف دارو فعال بشه. پس بایستی از لحاظ عفونت ها هم بیمار مورد بررسی قرار بگیره. خب مانیتورینگ آنزیمای کبدی که ALT برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار هست به صورت ماهانه تا 6 ماه و بعدش به صورت دوره‌ای در صورت نیاز بایستی برای بیمار چک. اگر ALT بیشتر از 3 برابر آپل لیمیت نرمال شد دارو برای بیمار بایستی قطع بشه. خب موارد دیگه‌ای که عوارض دیگه‌ای که به صورت نادرتر با تریفلونوماید دیده میشه شامل نوروپاتی محیطی هستش، نارسایی حاد کلیه هست، هایپرکالمی و ساپرشن مغز و استخوان هم جز عوارض جدی ولی نادر ناشی از داروی تریفلانوماید است. عوارض جدیتر مثل عوارض استیون جانسون، واکنش های هپاتوتوکسیسیتی شدید و اینترستیشیال لاین دیزیز معمولا با داروی لفلانوماید دیده میشه و خیلی با داروی تریفلانوماید
دیده نمیشه.